پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند شما نمیدونید برکت غذا تو کدوم قسمت بشقابه، حتی دانه های آخر هم بگیرید، اگر افتاد رو سفره هم جمع کنید، او چربی ته بشقاب هم بلیسید، چون برکت غذا پخشه. نه اینکه پیامبر گدا گشنه است چیزی به چشم ندیده، این ارزش به نعمت خداست، احترام به نعمت خدا. آدم یه روزی گیر میفته، اونایی که سفر دریا میرن قایق، تکه نون خشک، اون گوشه نون خشک هم تو دریا نمیندازن، چون احتمال داره موتور خراب بشه. بعضی موقع گیر میکنن، محتاج همون نون خشک میشن، دو سه روز میخورن. قدر عافیت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. در حدیث قدسی پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند تعهد داده، گفته بر من واجبه که از سه نفر حمایت بکنم. این سه نفر رو بشماریم. از سه نفر خدا گفته که واجب من ازشون حمایت میکنم، تعهد میدم ازشون حمایت بکنم. یک، مجاهدی که اسلحه دست میگیره برای رضای من و برای نصرت دین من و نشر دین من و قلع و کم کردن کفر و شرک و فساد و ظلم در دنیا حرکت میکنه، این بر من واجبه. دنبال غنیمت نیست، دنبال مال نیست، دنبال پست و مقام و شهرت نیست. برو بجنگ، اگه پیروز شدی تو رو فرماندار میکنیم، تو رو فلان فرمانده فلان میکنیم. نه، فقط برای نصرت دین خدا. گفته بر من واجبه که نصرتش بکنم. و ما رمیت اذ رمیت ان تنصر الله ينصركم والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. این کمال نیست که فقط برای خودت خوب باشی، برای خانوادت تنها خوب باشی، تو که میتونی برای همه خوب باشی. نفر دوم کیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند خداوند گفته اگر جوانی که موانع ازدواج سر راهش خیلی سنگینه، فشار ازدواج و شهوت هم اونقدر بهش فشار میاره، قابل کنترل نیسته، هر دری میزنه بازم مانه، و خیلی از این موانع داماد شدن جوانا که به خاک و خون کشنده میشوند، مانع اصلیشون پدر و مادر عروس و پدر و مادر داماده. پدر و مادر عروس میگن مهریه به اندازه تعداد سال تولد دخترم، سال 1387 1387 سکه بهار آزادی. کلاس دیگه. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هرچی اسباب ازدواج کمتر، آسانتر، میسرتر بگیرید، هرچی مخارج زن و عروس کمتر باشه، مهریش کمتر باشه، اون زن با برکت تره، مملو از برکته، و هرچی مسائل مادی و اسراف و تو عروسی و ولخرجی بالاتر ببرید، آمار برکت رو میاری پایین تو زندگی خودت و نوهات و اولادت. یا باید حرف خدا و رسول خدا گوش بدیم، دنبال برکت ازدواج باشیم. یکی از برکت های ازدواج عفته. امروز تو جشن عروسی که جشن عفتی بی عفتیه، چشکرانی و کثافت بازی است. مردم جمع میکنن به جایی که خودش تنها نظر به ناموس خودش داشته باشه، مردم جمع میکنن که اونجا نظر به ناموس مردم داشته باشه. چی بی عفتی از این بالاتر؟ همه این جمع تلاش بکنن که عزت و احترام و تقوا و شخصیت دامادا رو دوباره بهشون بر بگردیم. خداوند گفته نفر دوم بر من واجبه از جوونی که میترسه در زنا و فحشا بیفته پناه میبره به ازدواج، یعنی پناه آورده به من. گفته من از فضل خودم اونو غنی میکنم اگر فقیر باشه، بی منت بندگانم. از در غیب و از فضل خودم و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم ان یکونوا فقراء یغنهم الله من فضله. اگر فقیر بودن من از فضل خودم اونها رو غنی می کنم، بی منت بندگانم. ولی آقا میخواد عروسیشو سالم برگزار بکنه، مثل این عروسی دوستا و رفقا و قوم و کشاشو عموش و داییش میاد در گوشش، اگه تو پول نداری بخیل، ما خودمون خرج ارکستر میدیم، ارکستر پذیرایی با ما، ما پول میدیم. این ملاها رو دعوت نکن که عروسی میشه ماتم. ولی ثابت کرده تو آخر الزمان که عروسی های اسلامی
پرطرفدارترین عروسی ها تو جنوبه. حال نزدیک یک ماه پشت سر هم، شاید بعضی شبها استراحت بوده، مگر پشت سر هم از 21 بوده، 10 تا بوده، 4 تا بوده، 2 تا بوده، 3 تا بوده، همجور داره میره و دوستان ما هم دارن میرن، اونایی که ما خبر هم نداریم دارن میرن. از سر مرز افغانستان زنگ زدن، خواهش، امنیت تضمین، چند تا داماد دلمون میخواد، شاید برای مقدور نباشه. میشه میان برنامه اناشید اسلامی تو اندونزی، تو مالزی، تو نمیدونم کشورهای عربی، امروزه که انترنت هست، کانال هایی هست که همه اناشید اسلامیه، میشه پخش کرد برای تنوع. برنامه های خوب، میان برنامه ها، باید عروسی هامون توش یه ابتکار عملی به خرج بدیم. ولی یک کمی خواهش میکنم باید دست و جیبمون بکنیم، دست و جیب خودمون بکنیم. یعنی بعضی موقع عادت کردیم خوب دست و جیب دیگران میکنیم، میخوایم پول خیر از تو جیب دیگران، خب تو دست و جیب خودم بکن.